در کتاب حبقوق ما آشنا میشیم با حبقوق. حبقوق هم مثل من و شما که سوالاتی میاد توی زندگیمون، چرا این اینجوریه، چرا اینقدر بی‌نظمیه، چرا اینقدر ظلمه، چرا اینقدر ستم هست، چرا ایرانی ها باید تو شرایط اینقدر بد توی ایران باشن و و و و همه اینها فکر اونو مشغول کرده بود. ولی فریادشو در حضور خدا میزنه. درسته که دلش پره، ناگفته نمونه. ما انسانی، ما خسته میشیم، ما دل شکسته میشیم. حتی اگر قلبی شوق گذار داری، بازم دلت میشکنه، بازم آزرده میشی، بازم غمی دلتو میگیره. اما چون قوت خدا در قلب تو هست، کاور میکنه اون سختی و مشکلات رو وقتی که در حضور خدا میری دوباره. همچون حبقوق و چون حبقوق میره در حضور خداوند، خدا با اون سخن میگه، اون آروم میشه. و چون آروم میشه، تمام اون دلایلی که باعث قرقرش شده بود به نوع دیگه ای تبدیل میشه. چه چیزایی فکر تو رو امروز مشغول کرده؟ نیازت چیه؟ آرزوت چیه؟ عذر میخوام، ببخشید، شکایت و قرت چیه در حضور خدا؟ اینو به من ندادی، اینو ندادی. اگر قلبی شک گذار داری، با تمام آنچه را که امروز فکر تو رو مشغول کرده، با یک امید روبرو خواهی شد. ببینیم حبقوق چی میگه. در کتاب حبقوق باب 3 17 الی 18 اعلام میکنه: اگرچه انجیر شکوفه نیاورد، قبلا شکایتش بر این بود اما حالا عوض شده، اگرچه انجیر شکوفه نیاورد و میوه در موها یافت نشود و حاصل زیتون ضایع گردد و مزرعه ها آذوقه ندهند و گله ها از آغل منقطع شوند و رمه ها در طویله ها نباشد، لیکن من در خداوند شادمان خواهم شد و در خدای نجات خیش وجه خواهم کرد. زمانی که حبقوق با خدا ملاقات میکنه، قلب شکرگزارش دوباره تازه میشه و یک قوت تازه ای خواهد گرفت. همون گونه که شاعر میگه: رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. مشکلات رو نمیبینه، سختی ها رو نمیبینه، این بار قوت خدا رو میبینه، رحمت خدا رو میبینه، حکمت خدا رو میبینه، محبت خدا رو میبینه، شادی که خدا داره بهش میاد.